خیلی حرف که زن مردو میکنه توی زندان و حق زندگی ازش میگیره فقط به خاطر اینکه آره دیگه عوض مثلا مرد میاد بیرون زن میگه آبس کجایی آبس کس کس کجایی میری سه کوی منو میدی نه در می بابا رو پولش بود که نمیگه یه روز زندان آره از ماینه زنگ میزنه مثلا یه طرف یه دور کلان کرده اونم مرد اصلا... ایرانی بدبخ اصلا ببخش. دو ساعت زنی بزن علی کرم داری دیرتر بیاد فلانی یه می دونه میدی جنگی دعا به خونه آب سی دقیقه بیاد اینم از بکنه فلان دو تا بزنه اونم تازه دل پسی نره توش بچهش پولو نداریم کاندوم فلان اینا دو تا زده یارو کردن تو زندان گذاشتنش اون تو بیرونم نمیذارن بیاد اموالش مصادره میکنم میره هوا سر چی؟ سر سر آقا اگه اون آل تو آلت داری منم آلت دارم اگه تو لذت میبری و منم دارم لذت میبرم اگه داریم ازدواج میکنیم یا منو میخوای یا داری خودتو میفروشی تکلیف تو مشخص کن اگه دو نفر همدیگر رو میخوان لزومی نداره اصلا چین چی بگم آقا من میدم به تو تو نمیدی به من آقا تو تخمک داری باعث باروری میشی عامل اصلی منم من نطفه رو میکارم چیزی اینجا نداریم که بگیم پس در زن و شوی برای؟ خب چون مرد مرده که میزنه بالا قوانین عوض میشه قوانین عوض میشه و این قوانین کاملا ضد مرده این قوانین کاملا ضد مرده حقوق زنها حقوق زنها بله یه کسی حقوق یه کسی ممکنه بخوره یا بم نوش زن و مرد نداره ولی در کل که نگاه میکنیم اینجا زینف نیستن ها یعنی حالا شما در به ایران صحبت میکنید که زن رو بستن تو اینجا نمیدونی ای چه کل خبره من صحبت میکنم من در مورد کل صحبت میکنم ببین اصلا اینجا ببین یک نه اینجا بد میگم ده برابر بدتره من الان زنگ بزنم بگم زنم منو زده اصلا شاید پلیس نیاد مثلا میاد هیچی النا زنگ بزنه بگه شوهر منو زده منو بیناموس میکنن من یه بار همین دو خراش زنت زن زنگ, زنگ بزنه بگه تو رو زدن میان میگیرنه حتی اگه آره. میتونه زنت من اطلاع دارم که تو ما میتونه زنگ بزنه دیگه هستم خودم تو جریان دیگه بگه که آقا به من تجاوز کرد یعنی قانونی وجود داره تو آمریکا که شما بالا بیا بگه زنت داری تجاوز میگه آقا زنمه حالا بیا ثابت کن که چیز نه تام میگه تجاوز کردی بش یعنی یک زن میتونه اینجوری با تو رفتار بکنه که بگه فلان کارو کنی نه دسته پلی نمیگه فلان چیز نمیگه عاشم شور بود حالا سلام پلیس شما رو تجاوز کرد از تو شیشه یارو با کلاش میاد تو میذاره رو خاطر میخواد چیکار کنه نه واقعا همینه اصلا نمیتونی باور کنی یه دختر رو چمخ پیش گرفتن انداخنش زندان سیزده تا مرد و زندگیشون از بین برده یه رفته گفته این من رو ریپ کرده اون من ریپ کرده این من ریپ کرده بعد مردو یک اکثرشون بیناموز شدن زندگیشون از دست دادن الان هم که مطرح کار شدن دیگه. شدن. الان میتو میتو یعنی چی من یه سوالی از شما دارم بخصوصا توی سینما آقا تو اومدی برای یک بازیگر که نیستی ما, ما هنوز بحث چیزمون واز موندا من تعریفم ناقص بود روی بحث مهدیه <applause> که ما دو حالت داریم ولی من بگم اینو واز بود حالا خدا میدونه تو کجا بگو به منش ولی نکته که وجود داره طرف میگه آقا فلان سال فلان بازیگر منو بنا کرد تو چرا صداتون موقع در نیامد ای کرده چطوری میدونه یه بازیگر که خودش نامونشون داره بیاد تو رو بگیره بکنه خیلی راحتم را بره نه بیا بگو برای این, این بود که دیده که گفت... بشم نه بیاد باید ببین نه نه نه, نه. میفهمم میفهمم یه سری اومدن ابیوزش ای عباز کی... کردن ولی پوینتش واسه این بود که میگفت من اگه اون موقع میفتم میگم هیچ دختر... حساب نمیکرد نه 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 این حرفو نزا این حرفو نزا این حرفو نه نه این حرف دخترها بود دیگه نه دروغ این مهمله این خود کوسو اولش که ابیوس توی دختر نگاه میکنی تاپ پوشی داره تو کوچه میدو سر صبح تمرین میکنه سینش تکون میخوره هم یه ابیوز میتونه باشه این که از قبل از این نکته دوم زنه اومده داده که دیده شه شما فکر آره من شما شما من, من اینجا نشستم بنده ابراهیم تارانتینو هستم ابراهیم چیه کوانتین تارانتینو هستم خب <applause> 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 شما یه دختری هیچ استعداد خاصی هم نداری فقط خیلی عزم میخوام به قول این بچه ها چون من فرم... براش ف... فقط این بچه هایی که هزینه ببین همین هزینه کردن و زن و خریدن و مهریه دادن و خرج کردن من با این واژه مخالف بودم گفتم آقا بزن نگید کس این از معنای انسانی ولی واقعیت چیه وقتی که قراره به فروش برسی و مهریه و فلان میگیری پس کسی که داره پول دیگه واقعیتش بر همینه وقتی که یه کوی کس مثل شما میاد اینجا پیش من میگه میخوام فیلم بازی کنم خب بفرما چی از سینما میدونی فعلا چند تا شنو تو میشناسی تو خود سینما ایران بود داریم بعد ایرانی ها صحبت میکنیم برای مردم ایران داریم حرف میزنیم خب چند نفرشونو داری میبینی که توی فیلم ها میان فقط رژ لب قرمز و چش رنگی هستن و هیچ چیزی از بازیگری وجود نداره دولت داره یا فامیل قبلا داده تو برنامه آتیش بده یا اومده داده گذاشتنش اونجا دیگه مردم گفته آقا من کارگردان شدم تهیه کننده شدم کلوف شدم تو بیزنس خودم من که نمیدونم تو خونت بکنم که میگی تجاوز کرد اومدی اینجا دا داده رفتی بالا دیگه واقعا راست میگی من که دوستان توی کالیفرنیا توی هالیوود کار میکرد کارش این بود که بازیگر انتخاب کنه مثلا میگم یه نفر مثل تنتو میاد بهش میگه دختر بلوند میخوام قدش 1.60 باشه این کارش این بود که میرفت مثلا 100 تا دختر اون حالت رو پیدا میکرد این 100 تا رو میرسون به 20 تا این 20 تا رو میفرستاد واسه ترنتینو ترنتینو بکنه یک بعد میگفت میگفت عین 20 تا رو میکنم میگفت یعنی اصلا دادن یکی از پارتاشه یعنی اصلا دختره که میاد خوبه حتی خوبم باشه میگفت اگه برم طرفش دستم بزنم رو پاشی خود پاشو جمع کنه بهش میگم که اوکی روز خوبی داشته با تماس میگم از دادمش بیرون حتی اگه بهترینم باشه میگو اصلا پارتیشه میگو یعنی دختران اینو میدونن خب من نمیگم کار دوست من خوبه یا بده ولی دارم میگم دخترها اینو فهمیدن و وقتی 20 دختر میاد مثل که مثلا بریم تو بازیگری بعد بگم آقا اگه پسرا میان بعد حتما با دو تا انگوش بکنیم تو سوراخ تو اینجوری بکنیم من به تو قول میدم بعد از دو ماه انقدر دعوا و کسافت کاری میشه این کارت کنسل میشه چون میگم آقا نمیتونیم حالا تو آفر بده یارو داد داد نداد دیگه ولش کن ولی دختر انقدر همه گفتن اوکی که دیگه شده پارتی از این بیزنس و حالا یه دختر که الان مثلا یه خورده حالا نمیخواد اینطوری باشه میره تو پاچش بس ببین تو حرف یه نکته فقط وجود داشت نکتهش دختره اگه پاشو کنید که کش... کنار خدا فسخایی خوش آشدم پس اگه موندی هم خر رو نمیتونی بخوای هم خور ما رو میخوان دیگه مالاقبا همیشه همینو حالا رسیدی به یک جایگاهی که خودتو رو یک بلنگو میدونی حالا میتونی بگی فلانی منو کرد خب تو بهش دادی فلان بازیگر چولاق سینما ایران که نمیتونه را بره نمیتونه ببینه انقدرم کیرش بدتر از من چجوری میتونه دورو بکنه تو روز روشن علی کی من پیام میده میگه با هم بخوابه میام کس ننت میام جق میزنم خدایا یه موقع بهش پیام مثبت ندم تحریک نشم به خاطر موقعیتی که چوسکی کم دارم وای به حال اون آدمی که تو اون لوله چجوری میخوادم چی چه ریسکیو بکنه با تیر سوراخ مگه اینجوریه میره بیرون مثلا پولی میکنه اینا میکسنس نمیکنه اینا لاجیکال نیست این توضیحات با هم نمیخونه تو اون روز دادی که برسی به جای انتقام اون روز تو بگیری ولی نه اون داد که جایی به جایی برسه ولی چون به جای نرسید الان داره انتقام این که بی ارزگی خوش میگیره به هر که میاد حرف میزنه خب یه کسی میگه می فلان می تو فلا. آقا همینه نه یا آقا میخواد موسیقی بخونید برید ساند انجینیرینگ برید تنظیم برید آهنگسازی موزیک ویدیو کریت کردن لیریک نوشتن خوانندگی همه رو یاد بگیرید بلد باشید چجوری کمپانی لیبل بزنید موزیکتون رو پخش بکنید بدید بیرون آقا اونم آدم کیر داره میخواد بکنه یا انقدر متخصص باش که به خاطر تخصص و هنرت تو رو بخواد انقدر بازیگر باش که تو رو به خاطر اون هنن ها وجود این آدم برای دعوت ازت بکنن نه اینکه خود تو یک آویزونه بکنی یک جایی خودتو تو آروم آروم بکشی از روی کیرا بری بالا بعد خود تو یک راهبه نشون بدی که به تجاوز کردن و تو ناخواسته خیلی اتفاقی نشست روی کیرا آقایی کار کردن ببخشید چیزی وجود نداره اصلا چیزی وجود نداره یعنی ببین من... ولی میفهمم حرفای تو درسته ولی دنیایی که زندگی میکنن به خاطر مردی که به قول تو حشریه انقدر دنیاشونو ما میگاییم آخه مرد حشریه بعدا چم تو, تو گربه آمتون... تو خیابون میبینی آقای اقتصادی شما بزن مثال واقعی بر بزنم فصل ببین واقعیت تر از گربه نیست تو خیابون داری یا میپره روش فصل جفتگیری شما چقدر میتونی سر کیه تو یه جور از طرف مریض جنسیه یعنی مثلا چیکار... داستان که میخوام بگم اینه ببین این یه دختره بود دختره بود دختره با ما میشناختیم تو خیلی خوبی بود دختر باحالی بود بعد یه جا که گذشت دید که مثلا با یه دوست پسر داشت دوست پسر خیلی پولدار اینا خیلی با هم خوب بودن این دوست پسر اینا با هم جدا شدن حالا چرا من نمیدونم اینا از هم جدا شدن از هم که جدا شدن این دختره شروع کرد رفتن به طرف اینکه که لبامو گنده کنم ممشو عمل کرد نمیدونم فلان تا چشاشم رنگیه خوشگل نیست ولی چون چشش رنگی خاصه خب بعد دیگه خیلی لش شده بود رفت توی این داستانهایی که بریم خودم رو میس یونیورد و میس کندا و اینجور جاها تو این جاها که وقتی بخوای بری بالا فقط یه سری آدم هشنی نشستن تو به اینا میدی اگه حال کنم باید بده امتیاز میدم میگن شما شدی میس فلان همش هم شراوره چون مثلا تو کانادا که ما مثلا 38 میلیون جمعیت داریم کلا مثلا چه میدونم 200 نفر میرن یعنی تو باید اول اول همه باید ببخشید من واقعا معذرت میخوام به قول رضا اونایی که و او دکتران حالا واسه خوشگیش رفته ولی واقعا اکثریت کسایی که میرن واسه مثلا میس فلان میس فلان میس فلان جک و جنده های اون کشورن که به هیچی نرسیدن بعد الان دارن از این را خودشون رو تبلیغ میکنن میگه من برم اونجا که فلان کسک منو ببینه از فلان جا بیاد منو بگیره وقتی میخواد به چوسی بیاد بگیره رفتم میس فلانو گرفتم میس مال نمیدونم آرژانتینو گرفتم مال فرانسه رو گرفتم واسه همین تو چه دختره واقعا من همیشه فکر کنم مثلا میس یونیورس یه دختره یه که دو تا دکترا داره نه من فلان بعد که همین رفیقام بفهمون توشون فلان فقط جک و میرن اونجا چون ج... یعنی جک و جندگی میکشونت اون تو میبینی که پول اونجاست آدم گلدیگر بخره اونجا شوگه ددیه اونجان اونجا بعد اونجا میدیم میفهمی خوشگلی چیه با جک و جندا میچسبی بعد میخوام ببرمتون یه یاد زنگ میزنم به اون مسئول اون مثلا میس فلان میگه که من ده تا دو خبرم میدارم میارم اندام میکنی تو هواپیما خصوصی اندام میکنی اشغال میتونی میکنی خلاص آقا ابزارن دیگه همون مثال است همین میگم حالا این دختر انداب میکنه توی همچین شرایطی خب ما همش نمی بینیم دیگه یه دختر خوب بوده تو رابطه بعد اومدن بیرون 10 سال گذشته پسر هنوز یه پسر نرمال و یه زندگی گرفته دارن حالا اولش میکنن بمونه که اون دخترم جیب این پسرها رو زد رفت روشم چیت کرد این دخترم داره همین توی جک و بازی در میاره بعد یه روز عکسش اومد بیرون لخت فقط یه شورت باشه روی میز نشسته داره برف میکنه و بعد یه پسر داشت تا عکس میگیره عکس رو میذاره بیرون خب الان یه دختریه که تو میبینی لبا عملی ممه عملی میفهمی که مثلا یه آدمی که مثلا فقط داره به دیگه فقط شلوه دیگه سطحیه منظورمه فقط داره به قیافه فکر میکنه بعد عکسش اومده بیرون توی بالاخره توی یه سری آدمیم دیگه ها اصلا خاطرات داریم چیزی داری اصلا یادم میمونه این عکس هم اومده بیرون همه دارن این عکس رو مثلا نشسته روی فکر کنم فقط یه شورت باشه روی میز نشسته دستش اینجوری بوده بالا داره مثلا به یارو میگه عکس نگی در واقع مثلا عکس سومه بعد الان این اومده یه شوهر کرده پسر خوب قیافه خوب پولدار بعد دو الان هر روز تو عکس میذاره با بچه‌هاش داره توی مثلا بهترین پارک ها رو میره دیگه خانم خوبی شده بعد منش فکر من کنم خب مگه دختر بودم داشتم زحمت میکشیدم ریاضی بخونم بعد میدن دوستم فقط میره پارتی میکنه جک و زندگی میکنه بعد ده سال بعد من هنوز دارم مثلا ریاضی درس میدم تو کلاس پنجم دبستان بعد اون انداب کرده الان تو ما خصوصی فلان بعد پنج سال بعد من یه شوهر معلم گرفتم که دو, دو نفر یه ماشین نمیتونیم به زور بخریم بعد اون الان داره سوار لامبورگینی میشه دو تا بچه‌ش داره سر تاپو مارک پرنش میکنه از نظر وجودی دیوونه میشدم من رو حقیقتش دارم میگم یعنی من هیچوقت نمیتونم اینو بفهمم دختر تو جمع خوشون چه احساسی میکنن وقتی میبینن موفقیت واقعی همیشه واسه اون پتیار ترینه است واسه اونی که فقط بخون ببین ببین سوال به خاطر اینکه غریزه انسانی توش وجود داره من دادن یا ندادن رو امر بد و خوبی نمیدونم ولی کردیت داشت گرفتن بد میدونم نکته هم که وجود داره اینه که توی کل دنیا تو وقتی که یک چیزی داری برای ارائه و خیلی خاص هستش مردم ازش دوری میکنن و مردم دنبال چیزهای بنیادی هستن چه چیزی بنیادی تر از یک دختری که خیلی لونده خیلی راحتم میده و تو اینو دنبالش بکنی و هر مردی بتونه تو رویش نوز خوش داشته باشه تو بیا به اون مرد برگردی بگی آقا در کوانتوم دو دوتا میشه پنج تو میگه بکیرم برای من مهم نیست برای من مهم نیستش که ما چند تا منظومه داریم برای من مهم نیستش که ما کی میبینیم برای من مهم نیستش که کی کره زمین آبش آب شرب نداره هیچی من الان دارم زندگی میکنم یه شیشه آبجو تو دستم سیخ کرده راجع به این موضوع چیزی داری من ارائه بدی یا نداری ارائه بدی پس وقت منو نگیر گم شو چیزی که به من میبندم توی کامنت میگن تو جرزه یوتیوب فارسی هستی میگن یعنی آقا تو اومدی زدی عمر کنار واسه خودت داری میری جلو بخاطر اینکه من اینو میدونم بخاطر اینکه من اینو میدونم اما تفاوت من با اون آدمی که تو گفتی فقط با هرزگی اومدی بالا یا آدمی مثل آیلار دیانتی چطوری عیزم خوش باشی هر جای دونه کسی فقط بری بدی بعد بیای تو موزیک ویدیو آرش لباف بشینی بیارت مدلت بکنه که فقط بفروشه بلده من نمیگم این کار خوب یا بده همونطور که نمیگم کاری که من میکنم خوب یا بده ولی میتونم من بگم در خودم و بعد بیان مثلا اینترویو بگیرن به آیلار دیانتی آیلار دیانتی چه چیزی داره به مردم بگه آیلار دیانتی چه چیزی برای ارائه به مردم داره بگه ولی ذات انسانی نمیدادش فرار کرد مسئله ما در مورد مهریه به خاطر انسانی بودن قابل نقد بود ولی چیزی که تو داری میگی قابل نقد نیست چون انسان به ذات دنبال اینه که بکنه بخوابه و برینه و تولید مثل بکنه هیچ چیزی براش لذت بخشتر از این نیست و اگر کاری هم میکنه 90 درصد 99 درصد علتاش داشتن مهارت های لازم و شرایط و فرد بهتری برای انجام این عمل است دقا میکنی؟ معدود افرادن که مثلا در موسیقی کلاسی کی الان میاد بشینه بشینه فوگ باخ با گیتار گوش بده سونات گوش بده سونات چیه سونات ها ماشینه چی میگی نما چی نما درد بابا چی چی میگی چی میگی نما دیرم دی یارو داری میگه یا آقا یکی بود اینجا یه دونه بگوزه یه دونه بزنه این وسط آها امریز طبیعی لذت ببریم یا این قاعده رو باید بدونی خب یا حذف میشی برای بکس دمتون گم امیدوارم یه... یه چیزی از این اپیزود گرفته باشین و موقع ازدواج واقعا باقن... چون اون لحظه شونبونتون باقی امضا نکنین یه اون براتون در سر خواهد داشت هر روز سر تو سرتون میتونه بخوره مثل من پاش وایسین دو روز دعوا کنین یه اون راحت بشین تا اینکه دو روز دعوا رو شین یه اون بزنین دمتون گرم چاکس رضا مرسی از همه